بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. شما هم می توانید در کمپین عظیم رمضانی توزیع 100,000 وعده غذایی شرکت کنید. ایران و عراق کاردار سوئد را فرا خواندند. و حضرت آیت الله العظمی شیرازی، کشتن نوجوان توسط حضرت خضر قصاص قبل از جنایت محسوب نمی شود زیرا دلیل خاص داشت. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. مؤسسه فرهنگی و نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا که از مراکز تحت اشراف دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله می باشد، با کمک و همکاری سازمان IHC در حال آماده شدن برای راه اندازی کمپین بزرگ توزیع 100,000 پرس غذا مخصوص ماه رمضان 1443 در بین نیازمندان و خانواده های ایتام هستند. در همین راستا مؤسسه مصباح حسین علیه السلام عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت در سراسر جهان و نیکوکاران شیعه را به شرکت در این کمپین عظیم رمضانی 100,000 وعده غذایی دعوت کرد. علاقمندان شرکت در این کمپین می توانند با شماره تلفن 20964-772-991-1366 روابط عمومی مؤسسه مصباح حسین علیه السلام تماس حاصل فرمایند. در پی آتش زدن قرآن کریم در کشور سوئد، کاردار این کشور در تهران به وزارت خارجه ایران و کاردار این کشور در بغداد به وزارت خارجه عراق فراخوانده شدند. این اولین باری نیست که در اروپا یک فرد افراطی به قرآن کریم اهانت کرده، اما در موارد گذشته نیز با واکنش شدید مسلمانان جهان و کشورهای اسلامی مواجه شده و در نهایت کشور مطبوع فرد توهین کننده به ناچار از همه مسلمانان جهان عذرخواهی کرده است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. در پی حوادث چند روز اخیر در سوئد که با آتش زدن یک جلد کلام الله مجید توسط راسموس پالدون رهبر یک فرقه راست افراطی در شهر لینکوپینگ همراه بود، کاردار سوئد در تهران در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به اقدام موهن فرد یاد شده که متاسفانه به بهانه آزادی بیان با حمایت پلیس سوئد صورت گرفت به وی ابلاغ شد. وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن این اقدام حتی کانه در ماه عظیم رمضان مسئولیت دولت سوئد در این باره را متذکر گردید و خواستار اقدام فوری و قاطع دولت این کشور برای پایان بخشیدن به جسارت به ساحت قرآن کریم و تضمین عدم تکرار آن در آینده شد. وزارت خارجه ایران توهین به مقدسات بیش از 2 میلیارد مسلمان جهان و جریحه دار کردن احساسات آنان را بدترین سوء استفاده متصور از آزادی بیان دانست و اعلام کرد که این حادثه تأسف بار که تحت حفاظت پلیس سوئد انجام شده تصور سوئد را نزد مسلمانان جهان مخدوش می کند. از سوی دیگر وزارت خارجه عراق اعلام کرد که کاردار سفارت سوئد در بغداد را در اعتراض نسبت به سوزاندن قرآن کریم فراخوانده و مراتب اعتراض عراق را تسلیم وی کرده است. وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد هاکان روس کاردار سفارت سوئد در بغداد به این وزارتخانه احضار
و اعتراض دولت عراق به دلیل سوزاندن قرآن کریم توسط گروهی از افراطگرایان به رهبری راسموس بالودان که اقدامی تحریک آمیز علیه احساسات مسلمانان و توهین بسیار حساس به مقدسات آنها تلقی می شود به وی ابلاغ شد. وزارت خارجه عراق با بیان اینکه چنین عملی مغایر با اصول انسانیت و متناقض با ابتدایی ترین مسلک مذهب دیگر است هشدار داد که این موضوع عواقب جدی بر روابط سوئد با کل مسلمانان اعم از کشورهای اسلامی و عربی و یا در جوامع مسلمان در اروپا دارد. وزارت خارجه عراق از دولت سوئد خواست تا هر گونه اعمالی که موجب تحریک احساسات مذهبی به ویژه اقداماتی که بر مقدسات اسلامی تأثیر می‌گذارد را متوقف کند. روز جمعه گذشته یک گروه از جریان راست افراطی در سوئد یک جلد قرآن کریم را به آتش کشیدند که به دنبال آن و بی حرمتی و جسارت نسبت به قرآن شهر مالمو در این کشور را ناآرام کرد. شب گذشته 15مین جلسه علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شبهای رمضان عظیم 1443 با حضور علما، فقها، فضلا، طلاب و عموم مقلدین و علاقمندان به مرجعیت شیعه برگزار شد. در ابتدای جلسه دیشب درباره سال خمسی و برخی احکام زکات صحبت شد. سپس یکی از فضلای حاضر در جلسه از حکایت حضرت موسی و حضرت خضر پرسید و گفت آیا کشتن آن نوجوان توسط حضرت خضر قصاص قبل از جنایت نمی باشد؟ آیت الله العظمی شیرازی در پاسخ فرمودند هذا استثناء شوفو لا يجوز للناس الشكل يعملون لي ولكم لا يجوز مثل هذا. قاعده اول عدم جواز ارتکاب چنین عملی است، ولی به جهت دلیل خاص بر انجام آن توسط حضرت خضر نبی استثناء از قاعده محسوب می شود که از طرف خدای متعال این حق را داشته است. در ادامه سوال شد اگر شخصی برای کسب نفقه خانوادهش باید در ماه رمضان کار کند و اگر کار نکند به حرج می افتد و در صورت کار کردن نمی تواند روزه بگیرد، وظیفه‌اش چیست؟ معظم الله در پاسخ فرمودند می تونه بره مسافت که روزه نباشه، اما تو ادله لا حرج چون اطلاق داره هم لا ضرر هم لا حرج، مقتضای اطلاقش اینه که اشکال نداشته باشه این روزش رو بخوره و بعد یک صغرا از صغرایات این کبرای کلیه صاحب عروه در عروه ذکر فرموده کسایی که نونباس و آهنگره نمیدونم بناس اینا تو گرما روزه براش سخته، ضرر نداره اما حرج داره براش، این تشنگی شدید اذیتش میکنه نه اینکه مریض میشه. این به خاطر لا حرج حق داره آب بخوره و بعد از ماه رمضان هم یه روز قضا کنه، کفارم نداره. از حدود دو هفته قبل خبرگزاری اخبار شیعه با انتشار اطلاعیه‌ای از آمادگی این رسانه برای پذیرش خبرنگار افتخاری در سراسر جهان خبر داد. در این مدت تعداد قابل توجهی از افراد که بیشتر آنها از جوانان بودند از شهرها و کشورهای مختلف جهان از آمادگی خود برای ارسال اخبار، مطالب، عکس و ویدیوهایی از محله و شهر خود برای خبرگزاری اخبار شیعه خبر دادند. در این میان یکی از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که به عنوان خبرنگار افتخاری به خبرگزاری اخبار شیعه پیوست، امیر حسین کرمی 15 ساله از ایران، شهر تهران، محله خانیاباد نوی جنوبی بود. این نوجوان ایرانی با شور و اشتیاق گزارش خبری از مراسم ترتیل خانی مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام در محله خودشان که در طول ماه عظیم رمضان هر روز برگزار می شود برای ما ارسال کرد. هر چقدر
به ماه رمضان رسیده ایم. آماده تعطیلخانی و جزخانی در ماه مبارک رمضان. در این مسجد تعطیلخانی و جزخانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان برگزار میشه. این مسجد در ماه مبارک رمضان میزبان نمازگزاران است. مراسمی است که در مسجد بعد نماز از تعطیلخانی میکنند. مراسم از ساعت 13 تا ساعت 15 به وقت ایران برگزار میشود و در هر روز یک ساعت تعطیل جزخانی در این مسجد انجام میشود. شما هم می توانید هر آنچه از اتفاقات و رخدادهای منطقه، شهر یا کشورتان را مناسب پوشش دادن در اخبار شیعه می دانید از طریق شماره روابط عمومی اخبار شیعه برای ما ارسال کنید و خبرنگار افتخاری اخبار شیعه شوید. 20964-772-290-2299 روابط عمومی اخبار شیعه. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. اللهم اجل ولیک الفرج یا علی، خدا نگهدار.